افغانستان چه زمانی از تولید برق خودکفا خواهد شد؟ حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در صفحه اکسش نوشته است که قرارداد خرید برق میان شرکت برق رسانی برشنا و کشور تاجیکستان برای سال 2024 امضا شده است. محمد حنیف حمزه رئیس عمومی اجرایی این شرکت طی دیدار با محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت سهامی برق تاجیکستان در ترکیه قرارداد خرید برق برای سال 2024 میلادی را امضا نمودند. همچنان با بیان این ده‌ها سرمایه‌گذار داخلی علاقمند سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی کشور هستند. گفته است که این سرمایه‌گذاران روی تولید 45 مگاوات برق از گاز شبرغان، تولید برق در ولسوالی حصرشاهی ننگرهار و همچنین تولید برق از زغالسنگ سرمایه‌گذاری کردند. قرار بود در سال 2018 پروژه انتقال برق 500 کیلووات ترکمنستان و پاکستان از مسیر افغانستان تکمیل شود، اما اکنون بانک انکشاف آسیایی حاضر به تمویل آن نیست و تلاش ها برای تغییر نظر این بانک جریان دارد. همچنین با تکمیل کار پروژه کاسا 1000 که خوشبختانه بانک جهانی حاضر به تمویل آن شده است، افغانستان سالانه 65 میلیون افغانی عواید از بابت ترانزیت آن به دست می آورد. این در حالی است که افغانستان به شدت به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران وابسته است. این کشور در فصل سرما و گرما با کمبود جدی برق مواجه می شود. در حال حاضر برق کابل پایتخت افغانستان و برخی از شهرهای دیگر به گونه نوبتی شده است. در همین حال رئیس شرکت برشنا گفته است که با وجود مشکلات متعدد مالی، اما برشنا هر روز در حال پیشرفت است و خدمات این شرکت به مشتریان آن بهبود یافته است. او اضافه کرده است که این شرکت سال گذشته 33 میلیارد افغانی از بابت مصرف برق از مردم و 5 میلیون افغانی دیگر از ادارات دولتی جمع‌آوری کرده است. او همچنین گفته است که برشنا 118 میلیون افغانی را از زورمندان و افراد سیاسی حکومت پیشین از بابت مصرف برق جمع‌آوری کرده است. همزمان این ریاست گفته است که افغانستان خواهان افزایش برق وارداتی است. قرارداد تمدید برق وارداتی از ازبکستان به افغانستان در جریان سفر محمد انیف حمزه رئیس شرکت برشنا به ازبکستان امضا شد. همزمان این ریاست گفته است که رئیس برشنا در دیدار با محمد رابک وزیر برق ازبکستان درباره افزایش سطح برق، کاهش طرفه برق، حل مشکلات ویزا برای کارمندان شرکت برق و پروژه های برق سرخان پل خمری صحبت کرده است.